مرحوم الله هاشم خراسانی می نویسه مکه بودم، عالمی رو دیدم، گفت جد ما، امی من، مادری من سید ابراهیم دمشقی. سید ابراهیم دمشقی بهش سید مرتضی میگن، سید ابن مرتضی میگن بهش. علمای بزرگ، به رفقای جوان میگم کسی خواست دلیل برای اثبات حضرت رقیه سلام الله ها بگید تولیت حرم حضرت زینب سلام الله ها. ببینید کی الان تولیت حرم حضرت زینب سلام الله، یه دکتر با سواد کرواتی، مدرس دانشگاه دمشق هم هست. نسل این بر میگرده به برادر همین سید ابراهیم دمشقی که میخوام من پیرامونش حرف بزنم. مدرک زنده، گفت طرف مادریم به سید ابراهیم دمشقی برمیگرده. مولا هاشم خراسانی میفرمه برای خودم کن. سه تا دختر داشته سید ابراهیم دمشقی. شب اولی که خواب میبینه حضرت رقیه سلام الله، چون قبر بیبی کنار رودخانه بزرگ، شما تاریخ دمشق رو ببینید، قبرستون های دمشق رو ببینید، رودخونه هاشو یه نگاهی بکن. گرفتاریمون اینه که هر کس یک کلامی میگه این شد مدرک. بابا هر کس تو انصاب که وارد نیست، تو مقتل وارد نیست، تو حدیث ما داریم، علم اصول داریم، اونای دیگر هم تو امور اخلاقیاته. تو اخلاقیات کسی وارد انصاب نشه. مرحوم های مرعشی نجفی هفت نسل رو میگفتیم گفت سید یا نه. آی بروجردیار گفتم پنج نفر از پدر و پدر بزرگ و بقیه به من بگن آ بیا این چهار نفر ورد و با ما این ماشین آخرین سیستم ببر کجا، من تصدیق خر سواری معذرت میخوام ندارم، میان توی چاله میندازم با خودم میارم. هر کی تو رشته خودش کار کنه، کسی که وارد به تاریخ نیست، به مقتل نیست، به انصاب نیست، دخالت نکنه. ولو در اصول رئالیسم فن بیان داره نوشته، ولو دیگری اخلاق میگه، 30 سال اخلاق میگه، تو بود اخلاق تو بگو آقا جان، تو واردیا دخالت نکن. گفت نسل سید ابراهیم به این بزرگوار چیه؟ دختر اول حضرت رقیه سلام الله تو خواب دید تو قبرم آب افتاده. گفت خب به باباش گفت، به بابات بگو بیا تعمیر کن. کنار رودخونه بود قبرستان، سریع هم بود. باباش گفت خب اینا اهل تسننن، ما بگیم حرف ما قبول نمیکنن، اینا اصلی تو مایه نیست. شب بعدی دختر بعدی دید، شب بعدی دختر بعدی دید، شب چهارم خود سید ابراهیم دید. گفت چرا ترتیب اثر نمیدی؟ رفت به بزرگ شهر گفت. خب اونم از مخالفین بود. علمای سنی و شیعه رو جمع کرد، گفت قصد کنید، لباس تمیز بپوشید بیاید. قفل در سرداب به دست هر کی باز شد بره همون، هیچ که قفل باز نشد. این سید پیرمرد تا دست سید قفل باز شد، بردن کارگر و کلنگ بغل قبر خراب نشد، کلنگ رو گرفت این سید زد دیوار خراب شد. گفت خب دیگه برید، عمه ماست، محرم ماست. بدن خودشون نوشتم برداشت رو دستش توی پارچه پیچیدم، تا 3 روز مشغول تعمیر شدم. و بعد این سید خدا پسر بهش نمیداد، بعد این ماجرا پسر داد بهش. مشهور بود سید ابراهیم، دست به هر جا میزد مریضی شفا پیدام، نسلش هم مونده بود. حتی مرحوم خراسانی مینویسه در هزار معجزه در فلان آبادی بودیم، یه عقرب کسی نیستن، اومدم برسونن شهر با ماشین و چه و چه. گفت از اون باغ کسی اومد، چه خبره؟ گفتن این اتفاق. گفت بیاید، دست کشید و تو ذکری ورتی. گفت نه بابا، نسل ما برمیگرده به سید ابراهیم دمشقی، به برکت اینکه بدن حضرت رقیه رو جد ما دستش گرفته دیگه به مریضی هم. سید محسن امین علیه الرحمه، او عالم نوشته 2-3 نفر، خود سید محسن امین عاملی زمان ایشون هم باز همین ماجرا پیش میاد، گوشه های ذریح نشست کرده اصلا. گفتن علاج اینه آقا، دیگه این چند سال اینجور میشه، بدن رو ببریم جای دیگه، محل قبر رو عوض کنیم، ذریح همونجا بذارید. گفتن رودخونه رو عوض کن، خیلی خرج میخواد، خیلی کندکاری داره، چه داره، اونا مخارج زیادی داره. گفت باشه بیان، کم دن و تمام شد و به در لحد رسید. سید محسن امین فرموده خودم بعد در لحد دیگه بردار. اونا رو برداشت به در قبر، سید افتاد شروع کرد به زدن، وای بر من، به عربی گفت البته، وای بر چی شده؟ فرمود دروغ گفتم، کفن نکردن عمامونو، با همون لباسش دفنش کردن، توی پارچه پیچیدن چون ندادن. بدن آوردن قبر تعمیر شد، آب اطرافو برداشتن، چه کردن گذاشتن. بازم میخوایم مرحوم آقای مرعشی نجفی نصاب است، تون کتاب ریحانه ما آوردیم، یه برگه بزرگ چاپ شده، تاریخ ولادت اهل بیت، تاریخ شهادتشون قدیما، با دختران و فرزند من جمله رقیه بنت الحسین و دختران امام حسین است. پایین نوشته که تایید کرده، آقای نصابه باید تایید کنه، نه من طلبه یا آقا که 2 روز رفته تو دانشگاه. تو امورات خودت باش. احوال حضرت رقیه سلام الله علیها، زن سفیر انگلیس کتاب نوشته بوده در معجزات بیبی، حاجتی داشته گرفته، زن سفیر فرانسه کتاب نوشته در معجزات حاجت گرفته. بعد من چند تا سوال دارم، یکی این، ما تمام گرفتاریام برطرف شد، رسید به همین، ما همه رو تاکید کردیم، بی حجابیمون برطرف شد، رباها رفته، دروغ دیگه کسی نمیگه، موسیقی گوش نمیکنه، همین مونده. بعد این همه نزورات، این همه زیارات، یه چیز داشته بگه خطا بوده. ما یه بحثی در فقه شیعه داریم، میگیم بهش این مطلب اجماع
محصله. اجماع کاشف از قول امام معصومه. یعنی چه؟ حال ترجمه ما عواما بفهمم. نماز صبح دو رکعته بلند جهرن باید خونده بشه. از زمان غیبت صغرا نه، قبل در زمان اهل بیت هم بوده. این اجماع علمای امامیه است. در اون زمانم نماز صبح دو رکعت بوده، جهرن بلند خونده میشد. این اجماعیه. اگر خلافش بود امام معصوم جلو ما رو میگرفت. در یکی از این سالها آقای تبریزی خدا رحمتش کنه بفرمود میخواد بگید اسرا ما کو نبردنشون به شام. بعد ایشون در اون مصاحبه عربی که اون سال شام کردن، اما دیگه محله است بحث فقهی، یه محله بهش میگن این زمین پدر شما گفته، پدر بزرگتونم گفته، پدر پدر بزرگتونم گفتن این زمین وقف مسجد بوده. چند نه شهرت داره تو محل دیگه، این سند نمیخواد، این خرید و فروش جایز نیست. چند نسل مشهوره، میگن یه آقا سیده، چند نسل همه میدونن ایشون شهرت بسیار داره. میگن نسب نمیخواد، میخوای سهم سادات بدی بهش، دیگه انصاف نمیخواد، شهرت کفایت میکنه. چند صد سال مردم به زیارت قبر حضرت رقیه میرن سلام الله. بعد کیا رفتن اینجا کار کردم؟ شیخ بهایی متوفای 1007 اونجور یادمه، یعنی 430 سال قبل شیخ بهایی دنیا رفت. گنبد کوچک اصلی رو و بنا رو شیخ درست کرده. اشعاری که منتسب به امیرالمؤمنین علیه السلام تو گنبد نوشته. شیخ بهایی همینجور کار میکرده. تو ریاضی ملا بوده، در فقه مولا بوده، در اصول، در حدیث، در علوم غریبه. قبر یه امامزاده رو ایشون بنا کرده، ایشونه. قبر امیرالمؤمنین علیه السلام گنبد شیخ بهایی درست کرده. حرم حضرت رضا علیه السلام هم گنبد و بارگاه شیخ بهایی درست کرد. ایشون همینجور رفت. این همه امامزاده بود تو دنیا. محدث قمی بیشتر از 100 جلد تألیف داره. این همه روایت و حدیث تاریخ دید، متوجه نشدی؟ پا شده قبر زیارت قبر این بیبی هم رفته، صاحب مفاتیح. شیخ ذبیح الله محلاتی صاحب ریاحین شیعه، فرسان الهیجا، کتب دیگر با اون همه تألیفات. ملا صالح برقانی 90 سالش، علمای کربلا، اصالت ایرانی، مرجع کربلا بوده، درس خارج داشت. 6 ماه با مردش بعد حج میره شام، میگه تحقیق کردم معلوم شد قبر این 3 ساله همینجاست. حالا بعضی جا داره 3 سال 8 9 ماه 4 سال کامل بهایی. این سنی که گفتم اون شبم در جنت الحسین لسان که این کنایه از عمره، میگن دختر 3 ساله، پسر 3 ساله، نه 3 سال کامل کامل. بعد شما نگاه کنید اون اسنادی که بیرامون اون قبره، علمای سنی می نویسن در فلان سال این سنگو پیدا کردم که هذا البيت اینجا مشرف شده به اینکه دختران اهل بیت آمدن و این رقیه بنت الحسین سلام الله علیه. یه سال این بود که راجع به خرابه شام بود، یک از ایرادا این بود، یعنی اینا خودشون در آوردن یا خوندا خان روزه بخونم. خرابه کجا بوده؟ بغل کاخ یزید خرابه میذارم باشه. زمان خودشون نگاه کردی گفته خب بغل اینجا خرابه که نمیذارم. معاویه علیه الهاویه اومد کاخ بنا کنه، خونه اطراف رو گرفت، همه جا خراب کرد، خونه پیرزن نمیداد. این پیرزن بود امرؤاس روباه، گفت الان وقت تبلیغاته. تاریخ دمشق رو ببینید او چطور گفت. پادشاه ایران مشهور شده از قدیم به انوشروان عادل، کاخ خواست بنا کنه، گوشه همه رو خرید، مؤدبانه پولش هم داد. یه پیرزن راضی نشد، گفت کاخ این گوشهش رو قناص بذارید، چون راضی نیست. مشهور شده به انوشروان عادل، تو هم اسمت. حال این اونقدر کثیفکاری کرده بود که می‌خواست با این چیزی، این که بین خطبه نماز جمعه میشست مشروب میخورد، بین دوتا خطبه اومده عدالتشو نشون بده. گفت خیلی خوب. پیرزن موند، گفت ما عدالتمون اینجوری، نمیخوایم ناراض اینقدر شیعه کشته. وقای جوان معاویه نامه می نوشت به بلاد، هر کس نام ابوالحسن رو به زبان جاری کرد سرشو بزنید. تاریخ نوش حضرت رقیه میمون برای ما. متهم به تشیع کردنشو بزنید، متهم بفهمن منتسب به ابو ترابه، خانهشو خراب کنید، میخواد در زندگی اولاد چیزی به دست ما برسه. 70 سال لعنه و سب به امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان عمر ابن عبدالعزیز جز خطبه های نماز جمعه کرده بود معاویه. 70 سال مردم لعن، خطبا در هر بلدی از بلاد مسلمین نماز جمعه میخوندن، سب و لعن میکردن به علی ابن ابی طالب، بعد خطبه رو میخوندن. میخوای واقعه کربلا بنویسم؟ این احوال شما نگاه کنید ببینید چیزی به دست ما میرسید حقیقتا که بیاد برسه به اینجا، ما بشینیم تاریخ ولادت داشته باشیم، تاریخ شهادت داشته باشیم، تاریخ سن و سالش رو معین کنم، هیچی پیدا نمی کنید. بعدم با اون شیعه کشی که در تاریخ دارد، مورخ مسیحی می نویسه میگه من ندیدم یه طائفه کوچکی اینقدر کشته بشم، چشم در بیارم، زبان قطع کنم، دست پا قطع، باز این همه کشته بدم، روز به روز رشد داشته باشه. امرؤاس ملعون گفت گوشه این کاخو بذار، بگن عدالت داره، خونه پیرزن خراب نکن. باش. در زمان معاویه پیرزن از دنیا رفت، ورثه چرت نکردن برن زمین ورت
کردن خونه‌شون. کسی جرأت نداشت. مونت خونه‌های گلی، سقف اومد پایین، دیوارها گلی، خراب شد. زمان یزید لعنت الله علیه. یزیدم 3 سال خورده بیشتر حکومت که نکرد، تو 38 سالگی به درک واصل شد. تو این 3 سال خورده‌ای واقعه کربلا اتفاق افتاد. 3 تا ماجرا اتفاق افتاد در دوران حکومت. چه که واقعه کربلا، بعدم مدینه، بعدم کعبه رو به منجنیق بست و کعبه رو سوزون. واقعه مدینه اسمش حره است. بعد کربلا، 3 سال بعد کربلا ریختن 3 روز مال، جان، ناموس مردم مدینه رو بر لشکرش حلال کرد. که بعد واقعه حره یعنی سوزنده، 10,000 بچه بی بابا بود در مدینه. اینا کارای یزیده. بعد واقعه طف، مسلم ابن عقبه سلشگر بود. برای چی؟ یه اشاره کنم رد چم خیلی طولانیه. مسلم ابن عقبه والی مدینه رو دیدن قوم خیشاش همش سر کار گذاشته، مشروب میخوره، مردم دیدن گفتن پاشیم بریم با اون به یزید شکایت کنیم، این کیه سر کار گذاشتی؟ 4 برابر میگیره، همش هم تو کار رقص و فلان جا کیه؟ پسر عموش این، پسر عمش اون. حالا چیزم عرض کنم، وقت تاریخ نوشته کسی اومد پلوی که از قجرا، گفتن که ما از اصفهان اومدیم، برادر تو اصفهان خیلی مالیات میگیره، اذیت میکنه. گفت خب برید اهواز و فارس. اهواز برید. گفتم جان پسر عموتونه. گفتم برید خراسان. گفت اونجا پسر داییتونه. گفت برید به طرف فارس. گفت پسر خالتونه. هر جا دیگه پادشاه عصبانی شد، گفت برید جهنم. گفت اونجا مرحوم پدرتون. ما هر جا بریم شما خانواده هستید، همه رو گذاشتی. والی مدینه از بس گنگکاری میکرد جمع شدن مردم، رفتن شام شکایت کنن از ظالمی به ازلم. رفتن حالا بعد یک ماه موندن و واسطه دیدن و پارتی دیدن و اینو ببین اونو ببین، به سرسلای اصلی رسیدن، برن پلو یزید شکایت کنن. دیدن که داره داد بیداد میکنه با 2-3 تا کنیزا، گلو پاره میکنه. من چه کنم؟ چند بار بگم وقت رقصیدن کمر تو اینجوری کن نه اونجوری. عجب، خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین با اون معنا داره تعلیم رقص میده به کنیزاش. دیدن یه بوزینه این ور تخت گذاشتم، هی خستم میشه تدریس داشت، آخه کلاس هنری داشت، ایناست دیگه، کار فرهنگی بینا میگن. ورداش هی مشروب میخورد و خستگیش میگرد. ای ما اومدیم بهم بگیم والی مدینه چه میکنه؟ برگشتن اومدن مدینه، والی یزید رو زدن از مدینه بیرون کردن. مردم خبر به شام رسید، 10,000 لشکر فرستاد، 3 روز محاصره کردن، نشد دیگه، کشته شدن مردم مدینه. ریختن دست رو قبر پیغمبر، ذریح نبودن قبر کوچکی، دست رو قبر قطع کردن، سر رو قبر قطع کردن، اصحاب سرگین انداختن کنار قبر پیغمبر. گفت مال، جان، ناموس مردم. حتی دار نیزر گذاشتن تو گلوی بچه کوچکی، شیرخوار بود، فکر کرد بنده خودم خود، زدن خلاص کردن. اون یکی تو بغل مادرش بود، تاریخو ببینید، از پاش گرفتن سرشو زدن به دیوار که خون پاشید و مغز بچه تو. اینا سربازا یزیدن. ظلم وقتی بیداد بکنه شرب خم این دیگه، با خدا و اهل بیت میونه نداشته بشین. 10,000 چه شد بعد؟ این دوران حکومت یزید بود. در این چند سال این گندکاریا، این خانه مخروبه موند کنار کاخ، این زن و بچه رو از مدینه و از کوفه آوردند به شام بعد 40 منزل تو این خرابه جا داد. میگید خرابه کجاست؟ خب بره تاریخشو بخون، از کجا بغل کاخ خرابه پیدا شد. این تا یه نگاه میکنه میگه این شنیدم، این جور در نمیاد. با کدوم عقلت؟ با اون عقل پشه میوه، پشه رو میوه میشینن، دیدی چقدره؟ حال ببین عقل اون مغزش چقدره. میاد در مورد تاریخ مقتل قضاوت میکنه. تو مقتل و تاریخ دخالت نکن، به اهلش بسپار. تو تمام کتب خطی ها، آستان قدس، کتابخونه مجلس ملک، کتابخونه حضرت معصوم، کتابخونه های مرعشه که در خاورمیانه، تک در نسخ خطی دیدی همه رو؟ چاپیاش هم ندیده، چاپ سنگیش هم ندیده، چه برسه به نسخه خطی. یه شخصی نیشابور به من میگفت که اون سال اون شب عرض کردم، پیرمردی بود، رفتیم برای صله ارحام، گفتن یه کسی بانی شده اینه برده سوریه، بعدم یکی بانی شده بردش کربلا. دیگه ما میخواستیم بریم، اومد دیدنمون، یه تسبیح دربت یه مورده پیرمرد، این گاری دستی داشت بار میکشیدیم برور. گفتم چطور شد کربلا؟ گفت فلانی ما بانی شد، ما رو برد به شام زیارت حضرت رقیه سلام علیها. یه روز تو حرم مشغول زیارت بودم، چسبیدم به ذریح، گفتم بیبی جان شما که ما تا اینجا آوردید، لطف کردیم یکی هم بانی بجه منو ببر کنار قبر بابات کربلا. خب ول گفتیم 3-4 دقیقم که بیشتر نشد، اومدم بیرون، عقب میومدم جلو به در، یکی داشت میومد، من پشت به ذریح میخواستم نشم، خوردم به اون. برگشت گفت آقا ببخش. گفتم شما ببخشید من؟ آه ایرانی؟ گفتم آره. گفت کربلا رفتین؟ گفتم ما دل شکسته هستیم، یکی بانی شده ما رو آورده اینجا، من چرخ دستی دارم، فکرشم نمی کرد ما لیگ بزرگواری ما رو آورده. گفت نه من یه حاجتی داشتم به این علیا مخدره. گفتم حضرت رقیه سلام الله، حاجتمو بگیرم بی بی میام حرمت، اولین کسی کربش برخورد کنم آشنا بشم، کرب
کربلا نرفته باشه میبرمش کربلا. من هیچ مزاحی نمی کنم. رفت و برگشتید سوغاتی و مخارجت با من. منم ایرانی هم اومدم زیارت اینجا. گفت پس صبر کن. گفتم بهش صبر کن. اومدم چسبیدم به ذریح کوچکش. گفتم نگذاشتی از در حرمت برم بیرون. الان گفتم بیبی همین اندازه هنوز نرفتم حاجت دادی؟ انقدر بزرگوار شما با ما رو بردن کربلا و زنگ زدن نیشابور و پلاکارت نمیشتن براش لام زدن و گوسفند خریدن و میوه و پذیرایی و ولیمه همه خرج مال اونه. سوغاتی هم برام از کربلا گرفته داده، مهر و تسبیح هر چه میخوای بخر نجف برد. دستاش کوچکه اما گره های بزرگ حل میکنه. من متوجه نیستم، ما متوجه بعض امورات دیگرمونیم. یه وقتی گرفتار میشیم خواهیم رفقا این خانواده برای دوستان شما وقتای گرفتاری نیستن. توسل به این خانواده در تمام آنات زندگی نفس بعد نفس باید متوسل بشیم، ولی غرق خواهیم شد در این فتنه آخر زمان. نه وقتی حاجت داریم بریم بگیم یا سلطان علی سلام داله. همیشه باید عرض ادب کنیم به ساحت مقدسش. هر وقت حاجت داریم بگیم یا ابا عبدالله سلام داله. حضرت رقیه سلام داله ها چند تا شباهت خاص به ما مادر بزرگش داره، به حضرت زهرا سلام داله ها. یکی میبینید بعض کتب آمده اصلا فاطمه اسمش یا فاطمه صغیره. دوم بعض بزرگانمون از سادات علما که خواب دیدن گند قیافه عممون مثل مادر بزرگمون فاطمه بوده سلام داله، با اینکه کوچکم هست از حیث قیافه. از طرفی هم حضرت زهرا و هم حضرت رقیه سلام داله ما در کودکی مادراشون از دست دادن. حضرت زهرا سلام داله ها 5 سالش نشده بود حضرت خدیجه دنیا رفت. حضرت رقیه مادرش حبوه ام اسحاق بعد ولادت حضرت رقیه سلام ها چند ماه بعد مریضه شد از دنیا رفت. حضرت زهرا در فراق باباش خیلی گریه کرده، حضرت رقیه هم در فراق باباش خیلی گریه کرد. حضرت زهرا رو سلام الله علیها پدرش وعده داد دخترم زود میای پهلو من. امام حسین علیه السلام به رقیه فرمود انا لک بالانتظار، بابا من منتظرتم. حضرت زهرا سلام الله شبانه کفنش کردم، شبانه نماز خوندم، شبانه دفن کردم. حضرت رقیه سلام الله علیها هم شب غسل دادن، شب کفن همون لباسشو، نماز بر حضرت زهرا معصوم خونده، امیر المؤمنین بر حضرت رقیه معصوم خونده، زین العابدین با غل و زنجیر بر بدنش نماز خونده. یه تشییع جنازه مختصری داشت حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت رقیه هم همونجا توی همون خرابه دفن شد. حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه 18 سال و 3-4 ماه داشت از دیوار میگرفت آخر عمر راه میرفت. حضرت رقیه هم سلام الله علیها دیوار می گرفت راه می رفت. حضرت زهرا پیشانی شکسته پدرش رو تو احد دید، احد نزدیک مدینه بود. حضرت رقیه هم پیشانی امام حسین که شکسته بود دید تو خرابه. حضرت زهرا سلام الله علیها از بس کتک خورد و رنج دید از دنیا رفت. حضرت رقیه هم خیلی کتک خورد و رنج دید. 40 منزل با پای برهنه پیاده هی شبا سر باباش از نیزه می آوردن پایین با عموهاش، روزا با صبح به نیزه می کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها سیلی خورد، حضرت رقیه هم سیلی خورد. در احد دید سنگ زدن به دهان پیغمبر، دندان بشکنن، دهان خونی پیغمبر رو دید فاطمه زهرا. حضرت رقیه هم دید اما فرمود بابا داریم. وقتی طبق آوردند آقای قزوینی فرمود حضرت زینب سلام الله فرمود به این مامورا نیارید، من خودم ساکتش میکنم. عجب مردم بد تینتی، یه دختر بچه گریه میکنه سر باباشو باید بیارن ساکتش کنن؟ کجا رسمه؟ بیبی فرمود نیارید، من خودم ساکتش میکنم. اما وقتی آوردند نشست فرمود بابا لب و دهان شما خونی، لب و دهان رقیت سالم. امام سجاد بفرمد اونقدر با همون دست کوچه کش زد به دهانش، یه وقت دیدیم از گوشه یه لبش خون را افتاد، یه وقت دیدن سر یه طرف، رقیه یک طرف، گل یه طرف، بلبل یه طرف، عمه سادات اومد سر و بر داره. یه منظره بیبی دید صدا زد وا اماه،
با فاطمه زهرا چی دیده؟ شاید هزار تا شاید صورت نیلی دید، یاد مادرش زهرا افتاد سلام الله. هر جا نشستی به قصد فرج سه بار یا زهرا